Good evening. I'd like to provide the American people with an update on our efforts. به روز رسانی بکنم مردم آمریکا رو از تلاش‌هامون برای حفاظت از تمامیت انتخابات امریکا. اگر شما رأی‌های قانونی رو میشمردید، من به سادگی میبردم، و اگر رأی‌های قلابی رو بشمرید، من عقب میفتم. ما به دنور، در دنور جلو بودیم، ولی بعد رأی های عجیب غریبی اومد. بسیاری از در اوهایو، فلوریدا و جای دیگه پیروزی چشمگیری داشتیم. در بسیاری از طرف رسانه‌های بزرگ، صاحبان پول، دخالت‌های بزرگی شد در انتخابات. تمام نظرسنجی ها آمدانه اشتباه بودند. هرگز موج آبی نبود که آمریکا را در بر بگیره، و به جای اون یک موج قرمز بود که رسانه ها در موردش صحبتی نکردند. ولی بعد از اون رسانه ها صحبت کردند که دیگه فایده نداشت. ما به 20 کرسی رو در کنگره به دست آوردیم. ما در مورد سنا هم کار بسیار عالی کردیم و من خیلی خوشحالم. و کرسی های دیگه ای هست که باید به دست بیاریم. در ساوت کارولینا و کنتاکی 200 میلیون دلار خرج کردند، صدها میلیون دلار خرج کردند علیه ما. در سطح ملی رقبای ما رو بانکدارهای وال استریت و حمایت کردند، در حالی که مردم عادی از ما حمایت کردند. من با کوین مکارتی صحبت کردم و یک کرسی جدید بردیم و کرسی های بیشتری هم در سنا در راهه. اولین بار که یک زنهای جمهوری خواه به کنگره راه پیدا کردند در حد در مقیاس زیاد. تعداد افرادی که از لاتینی تبارها و سیاهان آفریقایی تبار به ما رأی دادن به طور تاریخی از همه بیشتر بوده، از همه تاریخ، در تاریخ حزب جمهوری خواه. حزب دموکرات حزب رسانه های بزرگ و شرکت های تکنولوژی. ما حزبی هستیم که مردم رو در بر میگیرند، و همطور که میدونید همه صاحبان زینف و صاحبان منافع تصور ایجاد کردند با نظرسنجی هاشون که به نظر بیاد که بایدن میبره این مسابقه و این انتخابات رو، و بعد رأی های ما رو سرکوب کردند. هرگز در این مقیاس این کار انجام نشده بود که این بار انجام شده. در تمام مواردی که من میدونم، در فلوریدا گفتن بایدن 5% جلوه، 5 پوینت جلوه، و من به سادگی فلوریدا رو بردم. گفته بودن که من میبازم در فلوریدا با اختلاف زیاد، در صورتی که با اختلاف زیاد بردم. در اوهایو گفته بودن 12 پوینت عقبم، ولی در صورتی که من بردم. واشنگتن پست با 7% گفته بود در ویسکانسن بایدن میبره، در حالی که نتونست این اتفاق بیفته. اونا میدونستن، آدم های احمقی نیستن، خودشون میدونن، خودشون سرکوب کردن رأی ما رو. دستگاه های انتخابات در این ایالت ها توسط دموکرات ها اداره میشه. در
بسیاری از این ایالت‌ها ما برده بودیم، ولی ناگهان آرای عجیب غریبی از یک جایی پیدا شد و ما در برخی موارد قرار به دادگاه بریم. تمام ناظرین ما رو اجازه ندادن که توی انتخابات باشن و چندین متر اونورتر ایستاده بودن و اجازه نمیدادن که بررسی بکنن. ما مورد به مورد این موارد رو بررسی میکنیم و موارد مختلف زیادی هست، شکایت‌های قانونی زیادی هست که باید بهش بررسی بشه، مورد بررسی قرار بگیره. و این سیستم فاسدی رو که اگر هم طبیعتاً و ماهیتاً فاسد نباشند به سادگی میشه فاسد بشن. منتظر شدن ببینن تا چه مقدار رأی احتیاج دارن. منتظر شدن و منتظر شدن و وقتی دیدم من جلو هم اون وقت رأی ایجاد کردن. در کارولینای شمالی ناگهان تعداد زیادی رأی آوردن. همچنان هم جلو هستیم ولی نه زیاد، به خاطر اینکه ناگهان گفتن که ما تعداد زیادی برگه‌های پستی داریم و به نظر میاد که تمام اینها به نفع بایدن هست و دموکرات‌ها. با 700 هزار رأی در پنسیلوانیا جلو بودیم و ناگهان اون رو کم کردن، حالا میگن ما 90 هزار رأی عقبیم، جلو هستیم و همینطور رأی میارن، برگه رأی میارن، در صورت که ما بردیم رأی دادگاه رو و قاضی گفته باید ناظران ما اونجا حضور داشته باشن. ما میخواییم که افراد ما اونجا باشن و حضور داشته باشن. عجیبه که استیناف دادن به شکایت ما و من نمیتونم بفهمم. در جورجیا من با اختلاف زیاد بردم، حدود 300 هزار رأی در شب انتخابات در جورجیا جلو بودم و حالا هی داره رأی منو کمتر میکنن و از رأی جلوی من ناگهان حالا عقبم. در اونجا در جای دیگه از مناطق بسیار زیادی ناگهان به مدت 4 ساعت متوقف کردن شمارش آرا رو. در جورجیا کل انتخابات توسط دموکرات‌ها اداره میشه. ما در میشیگان بالا بودیم، خیلی بالاتر، و در ویسکانسان هم به همین ترتیب بسیار خوب عمل کردیم و در همه موارد رأی‌های ما رو کم کردن. برای اینکه در مورد آریزونا ما فقط 55% آرای باقی مونده باید بررسی بشه. من میخوام تمامیت انتخابات رو محافظت بکنم و اجازه نمیدم که یه همچین انتخاباتی دزدیده بشه. اجازه نمیدم که رای دهنده‌های ما رو ساکت بکنن. من مدت زیادی کارهای عمومی انجام دادم و ندیدم که اینقدر مردم شوق داشته باشن و بخوان حرف بزنن و اینقدر عشق و محبت ابراز بکنن و روحیه بسیار بالایی داشته باشن، به خاطر اینکه مردم میدونن و میبینن چه اتفاقی داره جلو چشمشون میفته. موارد بسیار زیادی هست که به زودی گزارش میشه و شکایت‌های قانونی بسیار زیادی هست. عده‌ای میخوان بدزدن یک انتخابات رو و دستکاریش بکنن در دیترویت و جای دیگه و در بسیاری جای دیگه. من به سادگی میتونستم ببرم. ما نمیتونیم مهندسی انتخابات بسیار مهمی رو شاهد باشیم. در پنسیلوانیا شاهد بودیم که یکی از افراد ناظر ما رو اجازه نداده بودن که حضور پیدا کنه. نمیخوان هیچ کس اونجا باشه، نمیخوان هیچ کس اونجا حضور داشته باشه و ببینه که چه جوری دارن میشمرن این برگه ها رو. و من نمیتونم چرا این مسئله است. هیچ دلیل مشروعی نداره این مخالفت
مخالفتشون و چرا نمیخوان ناظرین حضور داشته باشن و این پروسه رو شاهد باشن، به خاطر اینکه کاملا به جای اینکه افتخار بکنن به اینکه ببینن مردم بیان و ناظرین ما بیان، اجازه نمیدن ناظرین ما اونجا داشته باشن. اصلا شکی نیست که تقلب میخوان بکنن. انقدر ناظرین ما رو دور نگه داشتن که با دوربین نگاه میکردن، به خاطر اینکه فاصله خیلی زیاد بود نمیتونستن ببینن و در تمام روی پنجره ها رو کاغذ و مقوا چسبونده بودن که ما نبینیم چه کار میکنن. و دادگاه رأی داد که در جورجیا در روز رأی‌گیری باید حضور می‌داشتن و در بعد از روز رأی‌گیری هم باید حضور داشته باشه. تا اونجایی که من می‌دونم باید اینطور باشه و اجازه ندن، این کارو نکردن. مقامات دموکرات اصلا فکر نمی‌کردن که بتونن صادقانه ببرن، برای همینه که این همه برگه‌های پستی ایجاد کردن و فساد کاملا مشخصه که اونجا هست. صدها هزار برگه پستی اصلا معلوم نیست از کجا اومده حضور داره در این حوزه ها. من دیدم که این اتفاقات افتاده. من انتخابات زیادی رو شاهد بودم. میدونم تا قبل از این انتخابات بزرگ که میلیون ها برگه فرستادن و برگه هایی رو که اصلا مردم نخواسته بودن براشون فرستادن، طراحی کردن با اینکه ادعا میکنن امنیت میخوان داشته باشه انتخابات، ولی این کار رو کردن و اصلا افرادی که اصلا حق رأی ندارن و هیچ کس اینها رو چک نمی کنه. ما اطلاعات بسیار زیادی داریم و شکایت های بسیار زیادی در اینجا در جریانه و شما که اینجا هستی هم دیدید، میدونید که شمارش در پنسیلوانیا هم همینطور بوده، توسط یک دستگاه فاسد دموکرات داره انجام میشه. مدت زیادیه در پنسیلوانیا این دستگاه فاسد داره کار میکنه. من اونجا مدرسه رفتم و خیلی خوب میدونم و میشناسم اونجا رو. زیاد تغییری نکرده، بدتر شده. در پنسیلوانیا 3 روز بعد از انتخابات برگه های رأی دارن دریافت میکنن و دارن برگه هایی رو میشمرن که اصلا مهر پستی نداره و هیچ گونه شناسایی نداره، معلوم نیست. و مسائل دیگه ای در کل سراسر کشور بوده که اجازه ندادن که در دیترویت هیچ کدوم از ناظرین ما بتونن حضور داشته باشن. دیترویت جاییه که نمیگم که بهترین، نمیتونم بگم که بهترین شهرت داره برای حفظ تمامیت انتخابات و هر کدوم از افراد ما که ما داوطلبان ما که میخواستن اونجا حضور داشته باشن، افرادی که توی حوزه بودن جلوی اونها رو میگرفتن. در یکی از این حوزه ها پنجره ها رو پوشوندن با مقوا، بنابراین میخواستن قسمت شمارش آرا رو نذارن کسی ببینه و حتی ناظرین قانونی ما اجازه نداشتن اونجا باشن. در دیترویت ساعتها معطل کردن شمارش و بسته آخر تا صبح نرسید، با اینکه ساعت 8 شب بعد بسته میشه و هیچ کس نمیدونه که این بسته های برگ آرا از کجا اومده. در جورجیا همین اتفاق افتاده. در ساعت‌ها در شب انتخابات شمارش رو متوقف کردند و ساعت‌ها هزار بعد رأی اومد که همه‌شون به نام بایدن بودن. همه که عجیبه و من این رو به چالش کشیدم. من جو بایدن و همه دموکرات ها میگم اگر صحبت رأی میکنن باید صحبت از رأی قانونی بکنیم. رأی قانونی مطرحه. ما میخوایم همه چی شفاف باشه و هیچ اتاق مخفی و پنهانی نباشه، هیچ رأی غیر قانونی نباشه، هیچ برگه علکی در کار نباشه و
روز انتخابات روز انتخابات باشه و در روز انتخابات شمرده بشه. ما میخوایم که این یک فرایند صادقانه باشه. ما میخوایم صادقانه شمرده بشه و میخوایم مرد افراد صادق حضور داشته باشن و بشمرن. این راهیه که این کشور میتونه ببره و من فکر میکنم ما به سادگی میتونستیم ببریم و میتونیم ببریم و به سادگی بسیار شواهد داریم و با این شواهد شکایت کردیم و کار رو به عالی ترین دادگاه کشور که دیوان عالیه میرسونیم و اجازه نمیدیم که اینطور دزدیده بشه این انتخابات. من ماهاست دارم با شما در این مورد صحبت میکنم و گفتم که برگه های پستی یک فاجعه است. به سادگی میشه با این برگه ها دستکاری کرد انتخابات رو و ما هر روز اخباری میشنویم که وحشتناکه در این زمینه. ما اجازه نمیدیم این اتفاق برای امریکا بیفته. این مسئله این نیست که کی میبره، دموکرات یا جمهوری خواه، جو یا من. ما اجازه نمیدیم، نمیتونیم اجازه بدیم که این اتفاق برای کشورمون بیفته. ما نمیتونیم اینطور بی‌آبرو بشیم. ما به زودی امیدوارم که این مسئله روشن بشه، ولی احتمالاً میره از طریق یک فرایند قانونی. میدونید که من برخی از ایالت‌ها رو من گفتم من بردم و بایدن بعضیاشو، ولی در نهایت دادقاضیه که باید نسبت نظر بده. خیلی متشکرم.